دوازدهم اردیبهشت سالگرد حماسه درخشان و درس ماندگار بیش از 60 تن از فرماندهان، مسئولان و کادرهای سازمان مجاهدین خلق ایران گرامی باد. دوازدهم اردیبهشت یادآور خاطره تابناک بیش از 60 ستاره تابان از فرماندهان، مسئولان و کادرهای مجاهدین و در صدر آنها فرمانده والا مقام مجاهد شهید محمد ضابطی است که در سال 1361 در حماسه‌ای جاودانه با انبوهی از پاسداران تا دندان مسلح خمینی جلاد که از زمین و هوا پایگاه‌های مجاهدین را زیر آتش سنگین گرفته بودند تا آخرین نفس جنگیدند، سرفرازانه به شهادت رسیدند و درسی ماندگار و تاریخی به خمینی و همه خمینی صفتان تا امروز و برای همیشه تاریخ دادند. در ادامه این حماسه درخشان در روز 19 اردیبهشت نیز دو پایگاه مجاهدین توسط پاسداران محاصره شد. مجاهدین قهرمانی که در این دو پایگاه بودند نیز پس از ساعت‌ها نبرد تا آخرین گلوله و به خاک افکندن شمار زیادی از پاسداران، صحنه‌های دیگری از شجاعت و پاکبازی را در لوح ضمیر مردمی که شاهد این نبردها بودند ثبت کردند. در این حماسه‌های ماندگار به ویژه شیرزنان مجاهد در بهبوهه تاخت و تاز پاسداران هار و تا دندان مسلح چنان درسی به خمینی و خمینی صفتان دادند که تا همیشه تاریخ مشعلی در مسیر مبارزه با استبداد و برای آزادی و مایه افتخار نسل‌های آینده میهن خواهد بود. یادشان و راهشان در عزم جزم اشرفی ها، در مشت ها و فریاد های جوانان قیام آفرین، در آمادگی یکان های ارتش آزادی بخش در سراسر میهن و در خروش بی توقف اشرفشان ها در سراسر جهان زنده، گرامی و پررهرو است. زمین و دامن اجتماعی و مجاهد پروری که به ما امکان می‌دهد در دامنش ستارگان شبکوب راهگشا و پیشتازی از قبیل 60 شهید امروزمون رو پرورش بدیم و خونهایی که به بالا میرند، به آسمان میرند و بعد باز میگردند، آسمانی که دارای بازگشت هست، باران داره، عقیم نیست، نازا نیست، یعنی خونهایی که به صورت شبنم آگاهی، به صورت امواج آزادی، به صورت طوفان مقاومت دو مرتبه باز میگرده و در این مسیر، در این رفت و بازگشت از اونجایی که یک سیکل بسته نیست، دور نیست، ارتقاست و تکامله، قول فصل رو محقق میکنه، تمیز رو، جدایی خبیث از طیب رو، تکامل مرزبندی ها رو، ارتقاء انقلاب رو از حالت باطی، از حالت درهم و مخدوش شده مرزها رو جدا میکنه، چرا که باید نشون میده که در هر کجا چی هست، کما این که در این رفت و بازگشت فصول معلوم میشه که هر دانه‌ای که در زمین کشته شده ماهیت چی بوده، چه میوه‌ای داره و راه به کجا خواهد برد.
هیچ کدام از اینها هزل نیست، ابتذال نیست، واقعیت سرسخته. به سرسختی مقاومتی که شما پیش بردید و باز هم پیش خواهید برد و انشاءالله به نتیجه هم خواهید رسوند در داخل خاک وطنتون.